سلام عرض بکنم خدمت همه دوستان عزیز فارسی زبانهای محترم، هر جای دنیا که هستید امیدوارم خوب و خوش و خرم باشی، ایام به کامتون باشه. با سری برنامه آموزش زبان روسی درس 14 در خدمتون هستم. قبل از اینکه شروع بکنیم لطفا سابسکرایبتون نره و زنگوله رو بزنید که ویدیوی بعدی رو بتونید ببینید. خب درس 14 در مورد میشه گفت خرید هستش و خیلی صفت ها رو اومدم گفتم و کلمات کاربردی که بتونید استفاده بکنید. اولین کلمه مجنه. مجنه مجنه یعنی توی فارسی میشه آیا میشه، شدنی هستش. Is it possible به انگلیسی یعنی ممکنه، آیا میتونم. مثلا شما خیلی هم استفاده میکنم موقعی که مثلا چیزی رو مثلا میگه میشه مجنه، مجنه این استفاده میشه توی مکالمات روزمره. خب کلمه بعدی، جمله بعدی اسکولکا اتا استویت. اسکولکا میبینید این خونده نمیشه. اسکولکا اتا استویت استویت می نویسن استویت می خورن. خب اسکولکا یعنی کل جمله، یعنی این قیمتش چقدره، این چقدره، how much is it. اسکولکا اتا استویت این یعنی چقدر. اسکولکا داشتیمش تو کلمات پرسشیه یعنی چقدر. اتا این یعنی این، استویت هم یعنی می ارزد، ارزش دارد. این هم فعله، از فعل استویت. خب اسکولکا اتا استویت یعنی این چقدر می ارزه، این چقدر ارزش داره، قیمتش چقدره. خب کلمه جمله بعدی مینیه اتا نیرابیتسا. مینیه اتا نیرابیتسا. خب مینیه یعنی مرا این پسندنی است، یعنی من اینو میپسندم. I like it، من اینو میپسندم. مینیه اتا نیرابیتسا. حالا اگر بخوام منفیشو بگین یه نیه که بذارین قبلش میشه مینیه اتا نیرابیتسا. مینیه اتا نیرابیتسا یعنی من اینو نمیپسندم، من اینو دوست ندارم. خب شما مثلا از یه چیزی یه کسی خوشتون میاد میتونید بگید مینیه اتا نیرابیتسا. اگر خوشتون نیاد از چیزی مثلا خوراک زنجبیلتون میگید من دوست ندارم اینو، مینیه اتا نیرابیتسا، من اینو نمیپسندم، دوست ندارم. خب کلمه بعدی یا تولکا اسماترو. یا یعنی من، تولکا یعنی فقط، only just. اسماترو اسماترو از فعل اسماتریت میاد یعنی مستر اسماتری، یعنی تماشا کردن. من فقط دارم تماشا میکنم. یا تولکا اسماترو من فقط دارم میبینم تماشا میکنم. یا تولکا اسماترو میبینید اسماتریو مینویسن، اسماترو میخونن. اسماترو نه چیزایی هست که دیگه باید توی ذهنتون جا بیفته. یا تولکا اینجا هم تولکو می نویسن، تولکا می خونن، تولکا یا تولکا اسماترو. خب جمله بعدی اتا اوچین دوروگا. اتا اوچین دوروگا، اتا اوچین دوروگا یعنی این خیلی گرونه. اتا یعنی این، اوچین یعنی خیلی، دو روگا اینجا میبینید دو روگا. این او آخر معمولا توی زبان روسی چون او همیشه به خیلی کلمه به او ختم میشه، اوهای آخر رو معمولا آ میخونن، دو روگا دو روگا. این خیلی گرونه، گرون اکسپنسیو. کلمه بعدی دوشیوا. دوشیوا دوشیوا دوشه با یعنی ارزونه، دوشه. خب دوشه با این یو همون یه دو نقطه بالاشه، شه با.
هم که آخرش آه خونده میشه. این خیلی گرونه، این خیلی عرض. خب جمله بعدی مثلا حالا این تو برای خریده میگه یس دروگیه سویتا، یس دروگیه سویتا. میگه یست یه کلمه خیلی کاربردیه، یست یعنی موجود میباشد، یعنی موجود. دروگیه، دروگیه یعنی دیگری، اناده. سویتا میگه رنگ دیگری موجود هست، رنگ دیگه هم دارین، مثلا یه لباس میخواد بخره میگه رنگ های دیگه هم دارین. یست دروگیه این حالت تسه خونده میشه، تسه سویتا، سویتا یعنی رنگ، دروگی یعنی دیگری، یس یعنی موجوده. مثلا حالا توی چی داریم؟ مثلا میخوای بگی من دارم، باید بگی اومنیا یست، همین یست هستش. اومنیا یست، من دارم، آی هف اومنیا یست. خب حالا یست اینجا یعنی میگه رنگ دیگه موجوده. اینو نگید سویتا، این سویتا که بگین اسم دختر سویتا، سویتلانا سویتا. اینو باید بگید سویتا، تسه خونده میشه. خب این حالا به این صورت میگن یست دروگی سویتا، میگه رنگای دیگه هم موجوده. حالا اگر بخواین خبری بگین که یست دروگی سویتا، رنگای دیگه هم موجوده. خب یست دروگی مدلی، یست دروگی مدلی، مدل های دیگر هم موجوده. آیا مدل های دیگه هم داریم؟ مدل های دیگه هم هست، مدل های دیگه هم دارین، همچه معنی میده. خب یست موجود هست، میباشد، دروگیه یعنی دیگری، another، مدل هم یعنی مدلی. خب میام بعدی. یا پاکوپایو ایتا، یا پاکوپایو ایتا، یا پاکوپایو یعنی من میخرم، من اینو میگیرم، من اینو میخوام، من اینو میخرم. پاکوپایو از فعل پاکوپات میه، از طرف پاکوپات صرف شده، پاکوپایو من این را میخرم، آها اینو میخوام. خب میبینید اعطا کار بوده، اینو جمله هستش، خبری نقطه شده بذار پاکوپایو اعطا. خب اوچین ولیکو، اوچین ولیکو یعنی خیلی بزرگه. لباس رفته بخره گفته اوچین ولیکو، این خیلی برام بزرگه. ولیکو حالا معنی بزرگ تو همه چی هم میده، مثلا ماشین بزرگ ولیکو ماشین. خب ولیکو یعنی بزرگ، اوچین یعنی خیلی. اوچین اینو دقت بکنی می نویسن ولی نمی خوننش، اوچین ولیکو. خب اینجا یه مالو داریم، اینجا مالوه، اینو میخونم مالو. مالو یعنی کوچیک، متضاد ولیکوه. ولی خب یه استثناء داریم اینجا، اگر مالو بخونیم معنی کوچیک میده، بگیم مالو مثلا این خیلی کوچیکه، اتا اوچین مالو. اگر بخوام بگیم یکم باید بگیم مالا، مالا. پس ببینید اگر تلفظش عوض بشه معنیش هم عوض میشه. مالو یعنی کوچیک، مالا یعنی یکم، یعنی این بشه آ میشه مالا، مال یعنی یکم. مثلا میگی من یکم غذا میخوام، یا خاچو مالا یه دا. اوکی پس اینو دقت کنید توی تلفظ، باید یا بگین مالو، اگر بگین مال یعنی اسمال، اگر بگین مالا یعنی یکم، اسمال و مالو یعنی لیتر، لیتر به انگلیسی. اوکی خب میام بعدی. اوچین، اوچین شیراکو، اوچین شیراکو، اوچین شیراکو یعنی بول،
شیراکو یعنی فارسیش میشه تنگ، ببخشید گشاد، شیراکو یعنی گشاد. میگه مثلا یه لباس پوشیده خیلی گشاده، خیلی بزرگه، یعنی گشاده، یعنی بزرگ بلی کنه. خب شیراکو یعنی گشاد، یعنی واید، یعنی واید میده. خب اوچین اوسکو، اوچین اوسکو یعنی خیلی تنگه، خیلی گشاده، این خیلی تنگه. اوچین اوسکو، اوسکو یعنی حالا انگلیسیش میشه واید نرو. اوکی اینگ. خب جمله بعدی آخریش حالا میخواد تخفیف بگیره، میگه موجتیه، موجت از دلات اسکیت کو، موجت از دلات اسکیت کو میشه، میگه آیا میشه تخفیف بدین؟ خب همون از چیه موجنا اومد، ولی موجتیه یعنی آیا شما میتوانید، همون از توانستنه، مسته توانستنه، یا ما بود موجش، حالا میخواد بگه وی، وی موجتیه از دلات اسکیت کو، آیا ممکن است شما به من تخفیف بدید؟ موجتیه، پس این برای ویه، یعنی وی قبلش بگه میتونه نگه، همین توی این صرف شده دیگه، نیازی به وی نیست که بخواد بگی شما، آیا شما میتوانید به من تخفیف دهید، میگه شما میتونید به من تخفیف بدین، موجتیه میتونید، ازدلات یعنی دادن، ازدلات یعنی انجام دادن، اگه انگلیسیش مثل فعل دوه، دو انگلیس، ازدلات یا همون دلات یا ازدلات، اسکیت کو یعنی تخفیف، اسکیت کو موجتی از دلات اسکیت کو میشه، میگه آیا میشه تخفیف بدین؟ این هم از خب امیدوارم درس ها رو دنبال بکنید، اگر سوال داشتین من در خدمتتون هستم، اینا رو تمرین کنید، ممکنه یکم سنگین به نظر بیاد، ولی موقعی که شروع بکنید به خوندن و نوشتن و تکرار کردن مسلماً نتیجه میگیرید. خدا نگهدارتون، سابسکرایب یادتون نره.